برای با خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز جمعه 14 سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 جولای سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 غیر نظامی از اثر اصابت هاوان در فاریاب. انتقاد سیاسیون و احزاب سیاسی از نحوه گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان. منظوری بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی حکومت. بهره‌مند شدن 500 خانواده در ولسوالی خرقه‌ای لغمان از نور برق. و ستایش آمریکا از نیروهای کشورش در گرامی داشت از روز استقلال آن کشور. مشروع خبرها. 14 غیر نظامی از اثر اصابت هاوان در نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در فاریاب کشته شدند. مقام‌های محلی در فاریاب در شمال افغانستان میگویند از اثر برخورد چندین مرمی هاوان به بازار ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت 14 غیر نظامی جان باخته و 26 نفر دیگر زخمی شدند و این مرمی‌ها از سوی طالبان پرتاب شده است. اما طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفتند. در این حال شاهدان عینی این رویداد میگویند که این هاوان از سوی طالبان نه بلکه توسط نیروهای امنیتی پرتاب شده است. بار دیگر پرتاب هاوان از مردم ملکی در ولایت فاریاب قربانی گرفت. صدها تن از شهروندان ملکی در حالی که مصروف خرید و فروش در مرکز بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب بودند، این اتفاق رخ داده است. از سوی هم گواهان میگویند صدها تن از باشندگان این ولسوالی مصروف خرید و فروش در مرکز ولسوالی خواجه سبزپوش بودند که این اتفاق رخ داده است. در بازار اوان آماده انداخت کرد، ما نمیدانم که کجا آمد، یا دولت انداخت کرد، مجاهدین انداخت کرد. ما غریب کار هستیم، چهار به فایده میگنیم، گفته در بازار گشتیم، حال هیچی حال روز است. در بازار خورد آوان از طرف دولت انداخته شد، خب از طرف دشمن نبود و آورا چی حال است. ما یک نمیشه وارد نداشتیم که این رو از خانه گذاران کنم. رئیس سعتامی فاریاب میگوید که زخمی های رویداد به شفاخانه ولایتی این ولایت انتقال داده شدند که بسیاری از آنان غیر نظامیانند. تا می لحظه که ساعت 10:30 هست در دو مرکزی که شامل مرکزی جامعه خواجه سبزپوش و شفاخانه ولایتی است که مجموعاً 14 شهید بوده که 9 شهید در سیسی خواجه سبزپوش انتقال شده و 5 شهید هم در شفاخانه ولایتی. فاریاب از ولایت های ناامن در شمال کشور به شمار می رود. طالبان در این ولایت فعال هستند و نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای دولتی در برابر طالبان در این ولایت می جنگند. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. آمریکا در روند گفتگوهای صلح با طالبان در پی حل مشکلات خود است و تا زمانی که حکومت افغانستان طرف اصلی گفتگو کننده با طالبان نباشد، افغانستان به صلح نخواهد رسید. شماره سیاستگران و احزاب سیاسی امروز در نشست در کابل هرچند تلاش‌های جهانی را برای رسیدن افغانستان به صلح امیدوار کننده می‌دانند، اما می‌افزایند که باید حکومت افغانستان طرف اصلی گفتگو کننده با طالبان باشد تا این کشور به صلح دست یابد. یاد بود از سومین سالیاد درگذشت سید حسین انوری، رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان اینجا در کابل. اشتراک کنندگان این مراسم از طالبان می‌خواهند که به جنگ جاری در کشور پایان داده و مشکلاتشان را از راه گفتگو با حکومت حل کنند. سر نیروهای مخالف مسلح دولت کنونی و نظام کنونی صدا میکنیم و نعره میکنیم بیاین به قافله ملت بپیوندین. ما شما را در آغوش خواهیم گرفت، شما ما را دوباره در آغوش بگیرین. من بدبختی او بربادی طرف تویسی بل هیچ امکان نداری چی من او تاسی ده یوالی او ده اتفاق او اتحاد ده پار سر یو موتین شو. در همین حال برخی از اشتراک کنندگان در این مراسم از تلاش کشورهای بیرونی برای برهم زدن اوضاع در افغانستان سخن زده و بر اتحاد و یکپارچگی میان اقوام کشور تاکید می‌ورزند. باید از طالبان
مسلح و مخالفین مسلح کشور به این بفهمند که معاهده نهایی صلح که میشه بین اونها و دولت اسلامی افغانستان و رهبری دولت باید به خاتمه بیفته و به توشیح شود. این گفته ها در حال مطرح می شود که هفتمین دور گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد و قرار است هفته آینده گفتگوهای بین الافغانی برای رسیدن افغانستان به صلح در قطر برگزار شود. شماری از سیاستگران که قرار است در نشست بین الافغانی در قطر اشتراک کنند میگویند که این نشست زمینه را برای انجام گفتگوهای بنیادی که قرار است در سمرقند و یا در آلمان برگزار شود فراهم خواهد کرد. در این حال جریان‌های سیاسی هشدار می‌دهند که اگر گفتگوهای صلح به نتیجه نرسد کشور به بحران خواهد رفت. نعمت الله حبیبی گزارشی دارد. شماری از سیاستگران که قرار است در نشست بین الافغانی در قطر اشتراک کنند میگویند که انتظار دارند این نشست زمینه را برای انجام گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم نماید. کمک میکنه، یک مقدمه میشه برای نشست بعدی، برای نشست اساسی، برای نشستی که بسیار مهم است بعدا که خدا خواسته باشه در سمرقند و یا اینکه در خود جرمن در آلمان در اوجا بازو برگزار میشه. بحث صلح بحث نخبگان است، نخبگان افغانستان که مردم افغانستان به اونا باورمند است. اگر معرفی میشه نه تنهایی که باورسازی بشه، مردم باور پیدا میکنن نسبت به عمل کرده حکومت، بلکه در گفتمان صلح حضور شخصیت های واقعی صلح را در مسیر منافع ملی میتونن سوق بتن. در کنار این گپ و گفت ها در مورد سودمند بودن نشست بین الافغانی صلح که قرار است روز یک شنبه در قطر برگزار شود تردیدهای نیز وجود دارد. که پاکستان چه میخواد، حکومت سعودی چه میخواد، کشورهای دیگه چه میخواین، حکومت خودش چه میخواین، مردمای سیاسون افغانستان چه میخواین، ایجا مختلف نظر وجود دارد. در همین حال جریان های سیاسی هشدار میدهند اگر گفتگوهای صلح به نتیجه نرسد کشور به بحران خواهد رفت. 40 سال ما جنگ سپری کردیم در این کشور، وارد 40 دهه پنجم میشیم، فعلا هم شرایط جنگی است. حالا این جنگ 40 ساله یا 42 ساله را ما چطور ختم بکنیم در امی شرایط؟ پیش از این ریاست جمهوری کشور گفته بود هر کاری که زمینه را برای انجام گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم کند از آن استقبال میکنند. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان تاکید کرده بود که گفتگوهای صلح افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که طالبان گفتگوهای مستقیم با حکومت را آغاز نمایند. این همه در حال مطرح می شود که گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر وارد هفتمین روز شده است. نخست وزیر پاکستان با نمایندگان طالبان دیدار می کند. بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستانی قرار است عمران خان نخست وزیر این کشور برای ترغیب طالبان به ترک جنگ با شماری از نمایندگان این گروه دیدار کند. هرچند زمان و مکان این دیدار تا هنوز مشخص نشده است، اما نعیم الحق مشاور نخست وزیر پاکستان در امور سیاسی به رادیوی ملی کشورش گفته است این دیدار در همین ماه پس از مشوره با حکومت افغانستان انجام خواهد شد. این مقام پاکستانی همچنان افزوده است که سفر پسیر رئیس جمهور غنی به پاکستان روابط میان دو کشور را بهبود بخشیده است، اما تا هنوز طالبان در مورد این ادعای مقام‌های پاکستانی چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات از منظور شدن بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهند. این کمیسیون می افزاید هزینه برگزاری انتخابات پیشرو نزدیک به 150 میلیون دلار تخمین شده و وزارت مالیه تعهد کرده است که این مقدار پول را به همکاری جامعه جهانی پرداخت کند. کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی از منظور شدن بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهد. با گفته این کمیسیون هزینه برگزاری انتخابات پیشرو نزدیک به 150 میلیون دلار تخمین شده و وزارت مالیه تعهد کرده که این مقدار پول را به همکاری جامعه جهانی پرداخت کند. مالی وزارت
الته ومنله په پرنسيب کې کوم بودیجه چې مونږه پیشنهاد کړی و ده په پرنسيب کې ومنله چې موږ هغه بودیجه چې کمیسیون له خوانه پیشنهاد شوی ده موږ ته قابل دی قبول او مونږ منظور کړی ده. هنوز مشخص نیست که چه مقدار هزینه برگزاری انتخابات پیشرو را وزارت مالیه و چه مقدار دیگر آن را جامعه جهانی پرداخت می کند. وزارت مالیه نیز در این مورد چیزی نمی گوید. اما کمیسیون مستقل انتخابات از آنان می خواهد تا به تعهداتشان پابند بمانند. امیدوار هستیم که جامعه جهانی و حکومت افغانستان در مطابقت به پلان عملیاتی ما گام به گام تمام بودجه که مورد نیاز ما هست در وقت معینش به ما پرداخت نماییم. از سوی دیگر برخی از نامزدان انتخابات رئیس جمهوری با توجه به فرصت زمانی برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری منظوری بودجه آن را ناوقت می دانند. ما این آمادگی که توقعش داشتیم تبال نمی بینیم و حکومت هم تا ای که وقت خود و انرژی خود سر کمپانه خود مصرف می کنه باید در زمین سازی او آمادگی که از طریق انتخابات می شه بپردازند. این در حال است که کمتر از 3 ماه به زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری مانده است. قرار است انتخابات پیشرو در 6 میزان سال روان برگزار شود. برای نخستین بار 96 تن از دانشجویان افغانستانی از بخش زبان و ادبیات ازبکی دانشگاه اختصاصی افغانستانی ها در ولایت سرخاندریای ازبکستان فراغت یافتند. ولی سرخاندریای ازبکستان میگوید که این دانشجویان به کمک دولت ازبکستان از سوی آموزگاران ازبکستانی آموزش دیدند و ای تاکید می‌ورزد که کشورش برای کمک در بخش‌های آموزشی و بازرگانی به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد. جزئیات از طاهر سدید. این دانشجویان در بخش زبان و ادبیات ازبکی دانشگاه خصوصی افغان‌ها در ولایت سرخاندریای ازبکستان آموزش دیدند و زمینه فراگیری تحصیلات عالی را ازبکستان برایشان فراهم ساخته است. ولی سرخاندریای ازبکستان میگوید کشورش متعهد است تا زمینه‌های خوبی را در بخش‌های آموزش و بازرگانی برای شهروندان افغانستان فراهم کند. حاضر منم. آرزو دارم دانشجویانی که امروز سند فراغت به دست آورده اند انسانهای بزرگی شوند و به دولت و مردمشان خدمت کنند و در بخش غنامندی زبان و ادبیات ازبکی کار نمایند. در همین حال معین وزارت تحصیلات عالی ازبکستان نیز تاکید می‌ورزد که ازبکستان در بخش تحصیلات عالی به همکاری های خود به شهروندان افغانستان ادامه خواهد داد. از شما دانشجویان تقاضا می نمایم تا تجاربی را که از ازبکستان کسب کرده اید را با مردم افغانستان شریک سازید و نیز امیدوارم شما بتوانید روابط دو کشور را بیشتر از این مستحکم سازید. سرکنسول افغانستان در ترمز نیز از کمک های دولت ازبکستان برای شهروندان افغانستانی قدردانی می کند. ایجاد پوانتون مرکز تعلیمی و آموزشی یک گام مثبت دیگه در روابط دو کشور بوده که 2 سال قبل شما میفهمید به اساس فرمان رئیس جمهور ازبکستان به طور فوق‌العاده و خاص برای مؤثرین افغان و مؤثرین همقدر وجود نداره و دوری مکتبشان هم مضمون ندارن و استادشان هم بسیار کم است ادبیات ازبکی. ما میخواهیم از اینجا رفته در افغانستان مسیر خدمت مردم خود باشیم و از دولت خود ما از وزارت تحصیلات عالی از وزارت امور کار شما خواهانم که شرایط زمینه کار را برای ما آماده بسازند. سرکنسول افغانستان در شهر ترمز همچنان میافزاید ازبکستان تعهد سپرده است که 500 دانشجوی دیگر را نیز در بخش خط آهن در این دانشگاه میپذیرد. گفتنی است که این دانشگاه نخستین دانشگاه اختصاصی افغانها در ازبکستان است که به کمک دولت آن کشور ساخته شده است. حلقه فعالیت داعش به گونه روزافزون تنگتر می شود. وزارت دفاع ملی با ابراز این مطلب می گوید که بر بنیاد برنامه امنیتی این نهاد به زودی در بخشهایی که گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در آن مناطق فعالیت دارند یک عملیات ویژه را راه اندازی خواهد کرد. تحرکات داعش در کشور. وزارت دفاع ملی میگوید که نظامیان کشور توانستند حلقه فعالیت گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را به گونه روزافزون تنگتر ساخته و جلو فعالیت این گروه را بگیرند. به گفته این نهاد، به زودی عملیات ویژه بر ضد این گروه را اندازی خواهد شد.
هدف ما امون مناطق و امون ساحات بود که در اونجا ما عملیات موفقانه داشتیم و نتیجهش هم شما دیدین. در او ساحات هم و نه تنها این ساحات که شما نام گرفتین، ساحات دیگه هم در برنامه ما است که در اونجا عملیات صورت میگیره. اما حضور و چگونگی فعالیت داعش در کشور پرسش برانگیز دانسته می شود. آگاهان نظامی درباره این مورد چنین ابراز نظر می کنند. داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام، اینا در افغانستان چی کار دارن و چرا باید پایگاه های نیرومند و قوی در افغانستان بسازن؟ بدون شک که پشت پرده ازی کشورهای قدرتمند دنیا، استخبارات منطقه و مافیای قوی وجود داره تا این جنگ در افغانستان تازه نگاه کنن. به گفته وزارت دفاع ملی، داعش در حال حاضر در بخش های از ولایت های کنر و ننگرهار فعالیت دارد. فعالیتی که به گفته این وزارت به گونه روزافزون در حال کاهش است. و حالا وقفه کوتاه. ادامه خبرها. 500 خانواده در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان از نور برق بهره‌مند شدند. این پروژه برق‌رسانی 5 میلیون افغانی هزینه برداشته و مسئولان شرکت برشنا میگویند به زودی با هزینه 10 میلیون افغانی 3 منطقه دیگر این ولسوالی نیز از نور برق بهره‌مند خواهند شد و این پروژه در لغمان همچنان ادامه می‌یابد. مسئولان محلی عملی شدن پروژه های برق را در بهبود اقتصاد خانواده ها و فراهمسازی تسهیلات زندگی آنان سودمند می‌دانند. پروژه ها کوچکند، اما سودمندی آن از نظر بهبود امنیت و اقتصاد مردم بزرگ دانسته می شود. به ارزش 5 میلیون افغانی به 500 خانواده برق دوامدار توزیع شده است. استقبال مردم محل از این پروژه به پیمانه بوده که خوشبینی ها را در بهبود امنیت و اقتصاد خانواده ها برمغان آورده است. مسئولان شرکت برشنا به باشندگان ولسوالی قرغه ولایت لغمان که در امتداد شاهراه این ولایت قرار دارد تعهد سپرده است که به تمام باشندگان شاهراه برق توزیع خواهد کرد. مخکې موږ یادونه وکړه د اسنخیلو او کندې د کالاکور د دې ساحو افتتاح به هم په راتلونکي هفته کې ترسره کیږي. همدارنګه د سرخکانو شارک چې څه د مساق شاروندي له طریقه رئیس صاحب د شورا وویل او څه د موږ د برېښنا د طریقه دغه عمومي شاره چې د ټول افغانستان په اصطلاح باندې شاره ده دا به موږ تاسو روښانه کوو. افزون بر این، والی لغمان به باشندگان ولسوالی قرغه از آغاز کار شبکه آبرسانی الیاس خیل، شاه خیل، ساخت جاده سرخگانو و شماری از پروژه های کوچک توسعه‌ای دیگر خبر می دهد. کم چه دولت حدودو که دیم، آقا وعدو که بزه انشالله در سر کامرانس هم آفد. در همین حال، باشندگان محل به استقبال از این پروژه ها تعهد سپردن که در مراقبت از آن توجه جدی کرده و در توسعه اقتصاد ملی و بهبود امنیت کشور بیشتر از پیش تلاش خواهند کرد. از چند سال به این سو باغهای زیتون و خرما در جلال آباد چند برابر شده و فراورده های آنها نیز افزایش یافته است. باغداران میگویند که از 5 سال به این سو با بزرگ شدن درختان حاصلات آنها نیز در حال افزایش است و آنان امیدوارند که سال به سال درآمد آنها نیز افزایش یابد. در همین حال بخش بزرگی از بهبود کشاورزی در ننگرهار به کانال ننگرهار وابسته دانسته شده و مسئولان این کانال از کارشکنی و فساد در این پروژه ابراز نگرانی میکنند. باغ‌های خرما و زیتون در ننگرهار سال به سال افزایش می‌یابد و به تازگی باغداران از افزایش فراورده‌های این باغ‌ها خبر داده‌اند. ایجاد این باغ‌ها از 5 سال به این سو افزایش یافته و اکنون باغداران از کار 5 سال پیششان سخت راضی به نظر می‌رسند. کال ته بده دنه زمونږ حاصل څو چنده نورم زیاتی هم دسی په تدریجی شکل باندې ورو ورو تر څلور پنځه کالو پورې به دا ټولې ونې چې 2500 ونې دي دا به په مکمل حاصل باندې راځي. او د تیر کال نه چې سکل نه خدا ګورو بس خرمه هم ډېره ښه راغلې او د مشرقي په هغه باندې نو دغه خرمه که چېرته سکل دوه چنده دی هغه نه افزایش خرما نسبت به چند سال گذشته 10 برابر و زیتون 4 برابر گزارش شده است. رئیس کانال ننگرهار از همکاری عربستان سعودی در بخش خرما سخن می‌زند که به گفته وی همکاری عربستان سبب خواهد شد
تا حاصل فراورده ها از این هم بیشتر شود. تیر کل مونگ صرف 500 کیلو خورما تولید دو نو دسته کل بلس چنده ده لنه که مرغ زیاد شی یا مونگ با پیشبینی داده شده 500 کیلو آن تا 500 کیلو پوری ده تولیدات اولاد. در همین حال آقای شنگای از مرکز گلمن بوده و می افزاید بودجه دورانی کانال ننگرهار که از سوی کابینه تصویب شده با کارشکنی نهادها روبرو است و این بودجه در اختیار آنان قرار نگرفته که این کار جلو بهبود کشاورزی و توسعه این کانال را خواهد گرفت. وزیران و شورا لخوانه 500 میلیون افغانی اسموک لپاره منظور شوی دی خو په دغه برخه کې څنګه لکس بیوروکراسي او لکس ناغيري شوی دا چې په خپل وخت او زمان سره وخت ریوي او دغه تای مراحل. در همین حال مسئولان محلی می افزاین اگر در بخش کشت و برداشت زیتون و خرما در ننگرهار توجه شود فراورده های این باغ ها به گونه چشمگیر افزایش یافته و هزاران شغل نیز در این زمینه ایجاد خواهد شد. و حالا نرخ اسعار. نگاه به رویدادهای جهان. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از نیروهای مسلح این کشور ستایش کرد. بر بنیاد گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در روز استقلال آن کشور در مراسم رسمی که سخنرانی می کرد گفت مردمان و قهرمانان که شجاعانه از پرچم این کشور دفاع کرده است را گرامی می داریم. 4 جولای روز استقلال این کشور همه ساله در واشنگتن و دیگر کشورهای آمریکا با مراسم آتشبازی و نورافشانی گرامی داشته می شود. شورای نظامی حاکم بر سودان و مخالفان بر سر چگونگی تقسیم قدرت در دوره انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور به توافق دست یافتند. بر اساس گزارش ها این توافق در پی 2 روز گفتگو بین نمایندگان شورای نظامی و ائتلافی از مخالفان در خارتوم پایتخت سودان رسیده است. بر اساس این توافق 2 طرف موافقت کردند که یک شورای حاکم با عضویت متناوب نظامیان و غیر نظامیان و مدت 3 سال با اندک بیشتر زمام امور را در دست داشته باشد. ممنون از همراهیتان و خبرهای این ساعت. خدا نگهدار. وقت